خیلی ممنونم. ممنون از همه شما برای اینکه اینجا در سالن با ما حضور دارید یا به صورت آنلاین به ما ملحق میشید. پیشتر در طول دیالوگ اینتراکتیو یا تعاملی همونطور که اشاره شد، در طول این یک سال تحقیقات ما چالش‌های بزرگی پیش رومون بود، چون دولت جمهوری اسلامی به ما اجازه سفر به ایران رو نداد. تلاش کردیم که ملاقات‌های با اونها داشته باشیم، نامه‌های برشون فرستادیم که اونجا هم پاسخی دریافت نکردیم و از همون ابتدا خیلی زود فهمیدیم که چالش‌های بزرگی پیش روی ما بود، مثلا تهدید و ارعاب قربانیان و حتی اختلال ایجاد کردن در ارتباط اینترنتی و آنلاین اونها با ما. طبیعتاً وقتی که نمیتونستیم به خود ایران بریم، تنها مسیر ما ارتباط آنلاین بود با این شهود. و برای اینکه فائق بیایم بر این چالش‌ها، خب پاسخ خیلی خوبی داشتیم به فراخوانی که منتشر کردیم برای دریافت شواهد و ادله، و در نهایت 27,000 قلم اسناد و اقلام مختلف رو دریافت کردیم، از مدارک و شواهد گرفته تا مصاحبه‌هایی که انجام دادیم با زنان و مردانی در داخل و خارج ایران. میخوام مختصری از یافته‌هامون رو برای شما بگم. همونطور که به خاطر دارید، این اعتراض ها که در سال 2022 شروع شد در پی مرگ یک زن جوان، یک زن ایرانی کرد جوان، مهسا امینی 22 ساله، شروع شد برای به اصطلاح اتهام این قوانین موسوم به حجاب اجباری. دستگیر شد و ظرف 3 روز معلوم شد که جان خودش رو در بازداشت از دست داده. ما به پترن ها و الگوها نگاه کردیم، به اسناد پزشکی نگاه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مرگ او غیر قانونی بوده و به واسطه خشونت انجام شده از جانب مقام های حکومتی اتفاق افتاده. بعد از مرگ مهسا اعتراضهایی در سراسر کشور بود. خیلی از شما تصویرهای تکان دهنده رو به خاطر دارید، زنها و دخترانی که برای سرپیچی از این حجاب اجباری روسری های خودشون رو برمی داشتن و بسیاری از دیگران به اونها ملحق شدند، جوانها، مردان و زنانی از اقشار مختلف جامعه، از پزشکان گرفته تا روزنامه نگاران و دیگران مثل وکلا، بسیاری از هنرمندها و به خصوص گروه های اقلیتی از سراسر کشور به اونها پیوستند و بسیاری از اونها این رو، البته اگرچه جنبش زن زندگی آزادی لقب گرفت، خواستار اصلاحات عمیق‌تر و گسترده‌تر اجتماعی بودند. البته پاسخ به این اعتراض‌ها ارتباط و گفتگو یا به رسمیت شناختن خواسته اینها نبود، بل برعکس شاهد این بودیم که خیلی وحشیانه و بیرحمانه رژیم نهادهای خودش رو بسیج کرد، از سلاح‌های آتشین و سلاح‌های مرگبار از جمله کلاشنیکوف استفاده کردند. این رو ما در مواردی مناطقی مستند کردیم که به جراحت و مرگ افراد زیادی منجر شد، دست کم 500 مورد، بیش از 40 زن و 60 کودک، اینها رو ما مستند کردیم در مناطق مختلف ایران. و همونطور که امروز پیشتر شنیدید، دولت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر به بحث کشته شدن نیروهای امنیتی اشاره کرد و تخریب اموال عمومی. ما از اونها در این باره مستندات بیشتر خواستیم، اما تا این لحظه هیچ مستنداتی به ما ارائه نکردن. بنابراین همچنان منتظر هستیم که به ما ارائه کنند. یکی از ویژگی‌های خاص اعتراض‌های 2022 که به سال 2023 هم کشید این بود که بسیاری از افراد عمدتاً جوان یکی از چشمای خودشون رو با این پچ‌های سفید رنگ پوشونده بودند و ما البته متوجه شدیم که این در واقع پاسخ به یک رویکرد بسیار نگران کننده و ناراحت کننده بود که از نزدیک گردن، سر، به خصوص چشمان اونها و حتی اندام جنسی اونها رو با این فشنگ های ساچمه‌ای، گلوله های ساچمه‌ای هدف قرار می دادن. بسیار از اونها طبیعتاً چشم خودشون و بینایی خودشون از دست دادن و همچنان از حقوق خودشون در داخل ایران محروم هستند. شاهد اعتراض های بازداشت های گسترده خود سرانه بودیم
بدرفتاری در حبس، کتک زدن اونها در حین بازداشت، مواردی از شکنجه، خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت، موارد تجاوز دست جمعی به زنها، تجاوز جنسی با اجسام رو مستند کردیم، توهین به اونها و حتی تحریف مفهوم زن زندگی آزادی. به عنوان مثال یکی از زنها به ما گفت که وقتی که بهش حمله کردن، اون مهاجمان بهش گفتن بیا این آزادیه که تو میخواستی. و خب ما میدونیم که بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی استفاده کردن. مواردی بود که در اون وقتی دادگاه ها برگزار شدن، دادگاه ها به صورت مکرر مغایر بودن با موازین قانونی، متهم ها به پرونده خودشون دسترسی نداشتن، به وکیل مدافع دسترسی نداشتن، وکیل مورد نظر خودشون نمیتونستن انتخاب کنن، وکیل ها در بعضی موارد به اونها تحمیل شدند اگر که وکیل داشتند. البته مورد شوکه کننده ترینشون اون 9 مرد جوانی بودند که اعدام شدند در طول این مقطع زمانی، و میبینیم که 26 نفر دیگر همچنان در معرض مجازات اعدام هستند. شاید شایان توجه ترین نکته اینه که در این مقطع نه تنها مقام های جمهوری اسلامی نخواستن که این خواسته ها و این اعتراض ها رو اذعان کنن، بهش به رسمیت بشناسن، بلکه هر کسی که به دنبال عدالت بود رو تلاش کردن که صداش رو خاموش کنن و خاطره و حتی خاطره افراد رو تلاش کردن که پاک کنن. افرادی که اعضای خانواده ها که خواستن برن بر مزار از دست رفتگان خودشون برای بزرگداشت اونها، مراسم مذهبی، سالگرد، بهشون اجازه ندادن، حتی حق سوگواری کردن از اونها دریغ شد. و نکته دیگر این که موارد جدی نقض حقوق بشر در رابطه با این اعتراض ها شامل میشه مرگ های بی مورد، دستگیری های خودسرانه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدید شدن های اجباری، شکنجه و سرکوب بر مبنای جنسیت و تعلق به اقلیت های مذهبی و حقوقی. شاهد حملات گسترده و سیستماتیک بودیم علیه زنان و دختران، نه فقط زنان و دختران، بلکه همه کسانی که ابراز حمایت کردن از اونها، و به اعتقاد ما اینها میتونه مصداق جنایت علیه بشریت بشه. و حالا میخوام به شهین سردارعلی همکارم میکروفون رو بسپارم.